د شکایتونو کمیسون سبا د استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن شنبه د نمایندانو د استناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر پای ته ورسوه او سبا د یکشنبې په ورځ به د 2200 شکایتونو څیړنه پیلوي چې د استناف غوښتنې پړاو کې ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسون وایي د دغو شکایتونو ډیری برخه د 300,000 جنجالي رایو پر سر ده چې ولایتي دفترونو یې په اړه بېلابېلې پریکړې کړي دي. په دغو 300,000 جنجالي رایو کې 102,000 رایې له ټاکل شوي نیټې د باندې 120,000 مشکوکې رایې او د هغو 2300 محلونو رایې شامل دي چې بایومټریکي معلومات یې بې درکه شوي دي. د شکایتونو کمیسون د خپلو پلټنو په ترڅ کې د یو شمېر محلونو رایې د بیا شمېرنو پریکړه وکړه، خو ویل کېږي چې تر اوسه د بیا شمېرنې بهیر نه دی پیل شوی. سلام او وخت بخیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د ارګ 98 خپرونه لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د دولت ساز ټیم ویان ښاغلی محمد یار یار، د ثبات او پالنې ټیم ویان ښاغلی خان زمان مدبر او د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ښاغلی ذبیح الله سعادت. ستړي مشه بحث بخیر اغلی آقای مدبر، اگه بحث با شما آغاز کنم، کمیسون انتخابات گفته بود در مورد 300,000 رای اینا بسیار زیاد بررسی های خود انجام دادن و آرا تقریبا پاک اینا حساب کرده بودن، اما حالا کمیسیون شکایت گفته که تمام شکایات در مورد 300,000 رای است. نظر شما چیز در مورد 300,000 رای؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت شرکای حاضر در بحث و همچنان خدمت بیننده‌های محترم. ببینین آنچه را که شواهد و قرائن نشان میده اویی است که با گذشت هر روز حقانیت تیم ثبات و همگرایی ثابت میشه. ما به عنوان یک تیمی که دایه‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان هستیم و بودیم، در مورد 300,000 رای تقلبی و جعلی و خیالی که در مخالفت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی وارد سیستم شده بود، انتقادات مشخص خود را داشتیم بر مبنای قانون. اما تیم دولتساز همواره ما را متهم می ساخت که شما در برابر کار کمیسیون انتخابات مانع و چالش ایجاد میکنین، در کار کمیسیون مداخله میکنین، اما شما در نهایت دیدین که تیم دولت ساز پس از اعلام نتیجه ابتدایی گفتن ما بیش از 4,000 شکایت را در مورد کارکرد کمیسیون انتخابات در کمیسیون شکایات درج کردیم. جالب این که حتی یک روز قبل از اعلام نتایج نهایی سخنگویان تیم دولت ساز در تمام رسانه ها در نقش سخنگویان کمیسیون انتخابات ظاهر می شدند، از کمیسیون انتخابات دفاع می کردند و به صراحت می گفتند که کمیسیون پروسه را درست مدیریت و رهبری کرده، کمیسیون در مسیر قانونی در حرکت است. اینا نگشته باشند که کمیسیون پروسه را درست مدیریت و رهبری نکرده. اما وقتی که نتیجه ابتدایی اعلان شد، موقف دولت ساز 180 درجه تغییر کرد و گفت که کمیسیون درست کار نکرده، کمیسیون رای مرقیچی کرده، کمیسیون آرای بدون بایومتریک را مشروعیت نداده و این خودش در واقع بیانگر عمق فاجعه و تقلب در انتخابات شش میزان است. اما تیم ثبات همگرایی بر مبنای قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها ادعا داشت که باید 300,000 رای که پروسه انتخابات را با بنبست و با بحران مواجه ساخته و مشروعیت پروسه را زیر سوال برده، این آرا از مدار محاسبه بیرون شود و ابطال شود. اما شما فکر میکنید که 300,000 رای همش تقلبی و جعلی است؟ بدون شک. شاید کم باشه، بدون شک نشده. بدون شک در حدود 300,000 رای کاملا در مخالفت و در مغایرت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی بود و ما موقف مشخص داشتیم و از کمیسیون انتخابات بارها خواستیم که شما به منظور تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی و جلوگیری از تقلب امی آرا را از مدار محاسبه خارج بسازین و باطل بسازین. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم در نهایت به خواسته ها و مطالبات مشروع بر حق ما تمکین نکرد و آرای بدون بایومتریک و آرای خارج از زمان و آرایی که در مخالفت با قانون و لوایح و طرزالعمل‌ها بود وارد سیستم ساخت و غیر محاسبه کرد. و دلیل ای که کمیسیون انتخابات آرای بدون بایومتریک را مشروعیت داد واضح است. در اثر فشارهای سیاسی که از طرف تیم دولتساز بالای کمیسیون انتخابات آورده شده بود و تهدیداتی که وجود داشت، شما دیدین که کمیسیون انتخابات به گونه بسیار آشکار و واضح قانون و لوایح و طرزالعمل‌ها را نقض کرد. و جالب این که در کنفرانس خبری که تیم کمیسیون انتخابات با شرکای پروسه انتخابات داشت، یکی از کمیشنران محترم به صراحت اعتراف کرد که ما در اثر فشارهایی که وجود داشت و در اثر و به دلیل کمبود وقت و در اثر فشارهایی که وجود داشت ما مجبور بودیم که قانون لوایح و طرزالعملها را فشار فکر میکنم صحبت نکردن، فشار کاری گفتن، نه فشار سیاسی. نه واضح است. ببینین تیم دولت ساز به عنوان یک تیمی که همواره از طریق ابزارهای غیر مشروع و از طریق اعمال فشار سیاسی بالای کمیسیون خواست تا آرای بدون بایومتریک را وارد سیستم بسازه، با آرای بدون بایومتریک مشروعیت بده و شما حتی اعضای ارشد تیم دولت ساز را صداهایش در فضای مجازی شنیدین که گفت ما بالای کمیسیون انتخابات آرای بدون بایومتریک. آقای مدبر فکر نمیکنه اگه بحث فشار می بود باز 700,000 رای باطل شده بدون بایومتریک شاید یک مقدار زیاد از اون را باز حساب میکردن اگر سر فشار می. ببینین 51% نمیبودن، امروز شاید 56 %، 50-60% میبودن. ببینین یکی از خواستهای بسیار جدی تیم ثبات همگرایی از کمیسیون مستقل انتخابات همواره همی بود که تقلبکارا در هر تیمی که هست، در تیم ثبات همگرایی، در تیم دولت ساز و در سایر تیم‌های انتخاباتی، شما لطف کنین بر اساس صلاحیت‌ها و مسئولیت‌هایی را که قانون انتخابات برای شما داده، شما یک نهاد مستقل هستین، شما باید متقلبین را در هر تیمی که افشا بسازین. بیش از 12 ثبات همگرایی در معرفی کردن. ببینید چند نکته در ارتباط با معرفی 12000 کارمند قابل بحث است و یا قابل تأمل است. اولا اینکه 12000 کارمندی که از طرف کمیسیون انتخابات معرفی شده، این 12000 کارمند کارمندان قراردادی و بالمقطع هستند، نه کارمندانی که در تقلب نقش بسیار برجسته داشتند. کمیسیون انتخابات باید افراد و اشخاصی که در رأس کمیسیون های ولایتی در ولایات، در مرکز و در موقف های کلیدی کار میکردند و در تقلب نقش برجسته داشتند، باید اینا را هویتشان را افشا می ساختند و به نهادهای عدل قضایی معرفی می‌کردند. اما 12000 کارمند، اول که 12000 کارمند کارمندای بالمقطع و قراردادی است، دوم که حتی همون 12000 کارمندم تا هنوز سرنوشتشان مشخص نشده. تشکر. سخنگوی کمیسیون از باز اونها پاسخ دادن. یار صاحب چه فکر کوي چې د ثبات هم پالنې ټیم وایي چې هغه 300,000 رایې چې اوس هم پرې باندې بعض د شکایتونه پرې ثبت شوي دي، دوی ټول هغه تقلبي او جعلي ګڼي، او تاسو یې دا لرئ چې حتی ستاسو نورې رایې قیچي شوي دي، پرې شوي دي یا سیستم ته داخلې شوي نه دي. سلام ادب او احترام تاسو ته ښاغلي مدبر صاحب ته، محترم ساده صاحب، ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مدبر صاحب د دوی د قطب په باره کې یادونه وکړله چې زموږ حقانیت ثابتېږي، اما برعکس کرار د دولت ساز ټیم حقانیت ثابتېږي. موږ 180 درجې د انتخاباتو د محترم کمیسیون په وړاندې تغییر نه دی کړی. موږ د قانون پر بنسټ باندې منتظر و چې کله یې وخت راورسېږي، هغه قانون چې موږ ته کم د وخت قید ټاکلی و، اما هغه وخت یې راورسېږي، پر هغه وخت به بیا موږ خپل شکایتونه کوو چې هغه د شکایاتو د کمیسیون وظیفه و کار او صلاحیت دا دی چې هلته به خپل شکایتونه وړاندې کوو که چیرې موږ شکایتونه ولرو. دا چې یعنې د حقانیت دلته هم ثابتېږي چې موږ د همپالنې د محترم ټیم لخوا څخه د انتخاباتو د کمیسیون ویندویان بلل کېدلو، او دوی د انتخاباتو کمیسیون ته دولت ساز کمیسیون ویله د قانون خلاف. دا ټولې غیر مسؤلانه څرګندونې دي او غیر مسؤلانه القاب دي چې دوی ورکوي. اما چون اوس دا فضا له بده مرغه چې د دې لاسو دونه خړه پړه ده چې دغه حساب د دې سر نس کېدی، اما موږ امیدوار یو چې د دغه امنیتي بحرانونو او نور بحرانونو سره به افغانستان یو وخت راوځي او د هر چا سره به حساب کتاب کېږي. څه ډول حساب کتاب؟ منظور مو حساب نه څه دی؟ یعنې حساب به دا ورسره کېږي چې چا د قانون پر ضد باندې عمل کړی دی، د دې ټولو سره به حساب کېږي. یعنې دغه کسان چې ستاسو په نظر باندې د قانون ضد عمل ترسره کړی هغوی به مجازات شي؟ زموږ په نظر نه، د قانون په نظر چې چا هغه که ما کړي که تا کړي که بل کړي ټول به مجازات کېږي او د دغه بحران څخه به سر اوزو. یعنې دا څرګندونې خپله جرمي دي. نو ګوره، کله چې مثلا موږ ته ویل کېږي چې تاسو متقلب ټیم یاست، حکم کېږي که نه، دغه تقلب دی موږ په تقلب مجرم ګڼي، مجرم ټیم وګڼي. دا چا ثابت کړی دی؟ دا آیا پر هر پلو پټیو پنډالو، پر هر تاړو، پر هر سړک باندې یو څوک کولی سي چې تا راوګرځي او تا ته وایي چې ته مجرم یې؟ څوک چې دا جرم پر چا باندې اتهام واردوي خپله مجرم دی، د قانون په وړاندې ادا حسابه کېږي. تاسو یو پوښتنه وکړله، د مسئلې ټول ماهیت ستاسو په یو پوښتنه کې نغښتی دی چې تاسو د دې څخه پوښتنه وکړه که چیرې د انتخاباتو کمیسیون او د دولت ساز ټیم ترمنځ یو ناقانونه او نامشروع اړیکه موجوده وای، نو بیا به داسې نه کېدله چې زموږ رایې قیچي سولې او موږ پر دې باندې اعتراض وکړئ. صحیح ده؟ نو څه دلیل و؟ څه دلیل و چې کله یې وخت راورسېدی موږ خپله د انتخاباتو پر کمیسیون باندې هم خپل قانوني شکایتونه ثبت کړل چې هغه قانون موږ ته حق راکړی و دا ثابتوي چې موږ نه د انتخاباتو د کمیسیون ناقانونه ویندویان و او نه مو د دوی سره کوم ناقانونه اړیکه درلوده او نه د انتخاباتو کمیسیون د دولتساز کمیسیون و موږ اوس هم دا خبره کوو او حقانیت د ثابتېدو یو بل دلیل دا دی چې خپله د شکایاتو محترم کمیسیون هم پر دې باندې غور کوي هغو خپل هم دا څرګندونې کړي دي چې موږ د 300,000 رایو په باب باندې بالخصوص دغه د دوی چې یو عنوان ورکړی دی چې هغه هېڅ ډول قانوني مبنا نه لري چې دا د وخته څخه خارج رایې دي د دې په اړه باندې وایي چې موږ تحقیق کوو صحیح کله چې دوی تحقیق کوي موږ ګورو که چې ځینې موارد پیدا کړو چې هغه موارد موږ ته څه وایي چې آیا د خارج زمان دي که نه دي د دې معنا څه ده د دې معنا دا ده چې داسې موارد وجود درلودلی سي چې دا ثابته کې چې دا خارج د زمان نه دی دا هسې یو هوایي ادعا ده او اتهام دی چې واردېږي صحیح ده که چیرې دونه قاطع لکه په دونه قاطع توګه چې دوی وایي چې دا باطلې رایې دي په دونه قاطعیت چې دوی وایي نو د شکایاتو محترم کمیسیون به هم په واضح ویلي وایي چې دا د وخت څخه خارج رایې دي هغوی خپله بررسۍ نه وروسته بیا ووایي چې څومره خارج د وخت نه دي یا معتبره دي هغوی به خپله پرېکړه کوي بل سوال مې دا ده چې دغه 2200 استنافي شکایتونه چې ثبت شوي دي په دې کې دولتساز څومره شکایتونه ثبت کړي دي موږ د 1164 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي او امید مو دا دی چې د شکایاتو کمیسیون به هم د قانون پر بنسټ باندې هماغسې چې دوی واده کړې ده مخې ته به ځي او دغه 300,000 رایو په اړه باندې چې بیا د دغو رایو په اړه باندې چې دا په استثنایي ډول باندې بیرته مرکز ته خبره راجع سوې ده دا خپله دا رسیي چې دا د غور وړ دي لکه تاسو چې یادونه وکړله دا د څېړنې وړ دي یعنی دا داسې نه دي چې په مطلقه توګه باندې رد دي مثلا دغه خارج د وخته څخه رایې دا دومره په واضح دلایلو باندې لکه دغه رڼا ته چې موږ تاسې ګورو دا لایټونو ته په دومره واضح دلایلو باندې د دې دپاره واضح دلایل وجود لري چې دا ثابت دي چې دا باطلې نه دي او دا پاکې رایې کور ودان بیرته ګرځم تر لنډې دمې وروسته بحث دوام ورکوو بیا هم ستړي مه شئ سعادت صاحب په شکایاتو کمیسیون وایي چې تقریبا 2300 هغه محلونه دي چې بایومټریک هغه معلومات یې بې درکه دي دا څنګه په محلونه دي چې بایومټریک معلومات نه درلودل اما په رایو کې ابتدایي پایلو کې اعلان شوي دي ډېره زیاته مننه کوم بختیار صاحب زه هم تاسو ته د خپرونې قدرمنو میلمنو ته تخنیکي همکارانو قدرمندونکو ته خپل سلام وړاندې کوم دا د هغو محلونو له جملې څخه دي 2423 محلونه چې یا یې بایومټریک ماشین ورک شوی دی یا هم هغې تخنیکي ستونزه پېښه شوې ده او یا هم هغه بایومټریکي کوم رزلشت چې دی هغه شتون نه لري دا هغه محلونه دي او په هغې وخت کې که تاسو په یاد وي ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار هم په دې باندې و چې په دغه ډول وضعیت کې اړوند طرزالعملونه او لوایح دا ښکاره کوي چې باید صندوق ته مراجعه وشي ځکه په اوس کې رایه تعریف شوې ده هر هغه رایه چې بایومټریکي معلومات ولري په هغې رایه باندې حساب کېږي او هغه کومه رایه چې بایومټریکي معلومات ونه لري په هغې حساب نه کېږي دغه 2300 محله چې دي یا څه باندې دا بایومټریکي معلومات نه لري دلته څنګه صندوق ته مراجعه شوې وه که نه طرزالعمل بل څه حکم کوي دلته باید صندوق ته مراجعه وشي ځکه کله چې هغه ډیوایس شتون نه لري تاسو پوهېږئ موږ او تاسو همداوس هم په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې دلته په پلازمینه مرکز کې حتی ځینې وخت زورواکي حاکم شي په لروپراتو سیمو کې هغلته ځینو زورواکو دې په خاطر باندې چې دغه پروسې ته صدمه ورسوي او یا هم دغه منفي رقابت د دې باعث کېږي چې هغلته یا ډیوایس ته صدمه ورسوي هغلته ګوري چې مثلا تاسو رایې هغلته زیاتې دي د ما رایې کمې دي امکان شته هغلته ډیوایس ته دوی صدمه ورسوي یا دغه داسې پیښې دي چې کله صندوق ته مراجعه وشي هغلته که چیرته په رایې پاڼه باندې هغلته بایومټریکي معلوماتو هغه کوم بارکود شتون ولري نو موږ کولی شو په هغې باندې حساب وکړو او که ونه اوسېږي هغه باندې هېڅکله حساب هم نه کېږي او بېغیر له دې چې صندوق ته مراجعه ونه شي کومه بله د حل لاره نه لري ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هغه ټول محلات تفتیش بیا شمېرنه یې ترسره کړله یو شمېر محلونه په هغې کې تفتیش شول او یو شمېر یې هم د هغې بیا شمېرنه وشول او هغه رایې چې بایومټریکي معلومات درلودل هغه د ابتدایي پایلو کې د هغې شتون درلود او هغه چې بایومټریکي معلومات یې نه درلود هغه یې ټاکنو خپلواک کمیسیون اگه نگه درست رای نبی و اگه رای بانی دچار مشکل دوازده دریس محلون تاسو یعنی مشکل رای نبوده یعنی نواقص نلری تاسو بنظر بندی نه دچار کنخ پلوک کمیسیون هم کلا چی کم مشکوک محلون او هر مشکوک محلات پری وقتی طول تفتیش بیاش میرن تبلاندش ول چی تبان دعتزر محلون تفتیش بیاش میرن ترسرش وله اولایی ورست دچار کنخ پلوک کمیسیون دولت مشروعی تا کنفت دای پایلیلند یا بله مسئله چی شکایت کمیسیون صور از مخکیلانو کرده یاوش میر محلونه دیل سرش میری بیاش میرن ترسره کوی اما اگه پروسه تروسه پر نده پلشوی مخکی داس باسو اول شکایت کمیسیون ولی چه تاکنون خبروا کمیسیون منصرم راست نکی اما تیرو خبرونه که استاسو و اندویانو مرسیال مودل اگوی ولی چه نه منتاق عملیاتی پلان منصرم نده شریک شوی چه عملیاتی پلان پراساس پنده من دوی سرم راست اوکو آیا عملیاتی پلان تروسه پر نده شریک شوی کنن مشکل بلزی کده بختیار صاحب عملیاتی پلان من جوره و تاکنون خبروا کمیسیون با عملیاتی پلان جوره وی اما من لدوی تخدی معلومات دی شریک ولو وقت نکرده و دوی مسئولیت داره چې تاکنون خپلواک کمیسیون سره د محلونو شمیر شریک کړي او همدا اوس چې زه تاسو خپرونې ته راتللم د 19 ولایتونو د محلونو فهرست دوی د تاکنون خپلواک کمیسیون ته په هارډ کاپي شکل سره وسپارلو او مونږ به وروسته له دې دغه به بررسي کوو یعنې هغه څه چې تاسو شکایتو کمیسیون نه غوښتل هغه نن ورسېدل هغه معلومات دوی د 19 ولایتونو مونږ ته وسپارل هغه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون څېړي له هغې وروسته به بیا مونږ هغه له امنیتي بنسټونو سره خپل پلان شریکوو ځکه د همکارانو د لیږد رالیږد په برخه کې به امنیتي بنسټونه همکاري کوي تر څو ټولو هغه ولایتونو ته چې هغلته تفتیش او بیا شمېرنه کېږي دغه پروسه به هلته پیلېږي او مونږ د شکایتو کمیسیون ترمنځ یو تفاهم هم لاسلیک شوی ده او د هغې تفاهمنامې پر اساس باندې هغه محلونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پیژندلي وو او د هغې تفتیش او بیا شمېرنه یې ترسره کړله د بیا ځلې دپاره بیا ضرورت د دې نه لیدل کېږي چې هغه محلونه د بیا تفتیش او بیا شمېرنه د هغې وشي د شکایتو کمیسیون هم هغه محلونه چې تفتیش شوي دي موافقه یې وکړه چې هغه به نه شمېرل کېږي بله دغه تفاهمنامه ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون ترمنځ لاسلیک شوی ده او د همغې تفاهمنامې پر اساس باندې همغه محلونه چې یو ځل د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شوې دویم ځل یې ضرورت نه لیدل کېږي او هغه برکېږي بله که شکایتم خو مخکې تاسو پیږئ ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پښتون کې د هغې محلونو تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کړې ده د شکایتو کمیسیون همکارانو شتون درلودو د ټاکنیزو ټیمونو ناظرونو شتون درلودو د سیاسي احزابو ناظرو بنسټونو اما یو شمېر کاندیدان که په یاد مې په شمول د ثبات او همپالنې ټیم دوی تحریم کړي وو یعنې هغه تقریبا 18 ولایتونه فکر کوم چې د دوی نماینده یا ناظر شتون نه درلوده دا به په دې معنا سره اوسېږي لکه نن څنګه چې تاسو دلته یو ساعت دپاره موږ ته زمینه لیدې برابره کړې تر څو د افغانستان خلکو ته د ټاکنو په اړه باندې معلومات ورکړو که چېرته د دغه تاسو رانغلی چوکۍ هم خالي پاتې کېږي یعنې مشکل زموږ نه دی نو زه بیا نشم کولی ستاسو نه دې غوښتنه وکړم چې دغه خپرونه زه نه منم او تاسې بیا ځلې خپرونه جوړه کړئ تر څو هغلته زه شتون ولرم دوی قانوني حق څخه یا هغه کوم امتیاز چې قانون دوی ته ټاکلی و د هغې امتیاز څخه دوی برخه وانخیسته او دا د دوی خپل ستونزه مشکل من نکن بیرته باگرزم آقای مدبر شنیدین بحث جالبی که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفتن یک تفاهم‌نامه را امضا کردن ولایات یا محلاتی که یک بار تفتیش شده بود بازشماری شده بود تفاهم کردن که دوباره تفتیش و بازشماری نخواهد شد ببینین ما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم اجازه بدین یک موضوع بسیار مهم دیگر یادآوری بکنم فلسفه وجودی کمیسیون شکایت انتخاباتی در واقع رسیدگی به شکایات، اعتراضات، تخلفات، تخطیها و جرایم انتخاباتی، ابطال آرا و همچنان بازشماری محلات است. این صلاحیت ها در واقع از صلاحیت های اختصاصی کمیسیون شکایات انتخاباتی است. هیچ نهاد و هیچ تیم انتخاباتی نمیتونه این صلاحیت ها را از کمیسیون شکایات انتخاباتی بگیره. اگر همچو تفاهمنامه بین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشت، چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی برخلاف تفاهمنامه فیصله کرد که 5000 محل در 21 ولایت به بازشماری بره ما اولا که میگم تفاهمنامه هم تفاهمنامه وجود نداره آنچه که سادات صاحب ادعا میکنه فکر میکنم در حد یک حرف است کتبا همچین چیزی وجود نداره اگر وجود میداشت مطمئن باشین که کمیسیون شکایات برخلاف او تفاهمنامه فیصله نمیکنه فکر میکنه که بدون مسئولیت کسی به یک قسم یک تهمت بالای کمیسیونی که او خودش جایگاه محکمه انتخاباتی داره اگر همچون تفاهمنامه بین کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات وجود داشت و وجود داره لطف کنن با مردم افغانستان شریک بسازه و کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه میتونه برخلاف تفاهمنامه درست است یا نه به هر حال کمیسیون شکایات انتخاباتی یک نهاد مستقل است و حیثیت محکمه انتخاباتی را داره. فعلا ادعای تیم دولتساز و ادعای کمیسیون دولتساز کمیسیون انتخابات است این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد بازشماری 5000 محل در 21 ولایت دلایل بازشماری را باید با ما شریک بسازد. از لحاظ قانونی تیم دولتساز و کمیسیون انتخاباتی این حق و این صلاحیت را نداره که از کمیسیون شکایات دلایل بازشماری را بخواه، به خاطر اینکه کمیسیون شکایات یک محکمه انتخاباتی است. در برنامه گذشته بحث کردیم، سخنگوی کمیسیون شکایات هم بود، از کمیسیون مستقل انتخابات هم بود، اما تا اکنون من جواب موثق از اینا نگرفتم. یکی از سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که نه، ما دلایلش نگفتیم، ما فقط گفتیم که معلومات شریک بسازن که ما همکاری کنیم در پروگرام عملیاتی. ببینین آنچه را که ما اطلاعات داریم، کمیسیون شکایات انتخاباتی کارخانگی شمی است که پلان عملیاتی خود را با کمیسیون انتخابات شریک بسازه و کمیسیون انتخابات هم باید با کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمینه بازشماری 5000 محل در 21 ولایت همکاری بکنه. تیم دولتساز باید همکاری بکنه، مردم افغانستان، نهادهای ناظر باید با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری بکنه. متاسفانه تیم دولتساز و کمیسیون انتخابات به جای همکاری با کمیسیون شکایات در برابر کارهای کمیسیون شکایات مانع و چالش ایجاد میکنه. قرار بود که روند بازشماری بر اساس فیصله کمیسیون شکایات هفته قبل آغاز شود، اما متاسفانه یک هفته میگذره که روند بازشماری آغاز نشده. آنچه را که شواهد، قرائن و مدارک نشان میده این است که تیم دولتساز و کمیسیون انتخابات در برابر کارهای کمیسیون شکایات مانع و چالش ایجاد میکنه. اما نمیگه که کمیسیون انتخابات یا تیم دولتساز همکاری نمیکنه یا مانع کارهای ما انتظار را داریم که سخنگویان کمیسیون شکایات انتخاباتی و اعضای محترمی کمیسیون آنچه که واقعیت هاست با مردم افغانستان شریک بسازه. دو حرف جدید، اما دلیل مخالفت شکایات انتخاباتی در کارش درست باشه، مطابق به قانون باشه. چرا معلومات را کمیسیون مستقل انتخابات میخواست؟ اگر غیر قانونی بود چرا امروز برشان روان کرده؟ یک مثلا موضوع دوم تفاهم نامه است. وقتی که اینا تفاهم میکنه، شرکای انتخاباتی یا در تفاهم نامه باید حضور نداشته باشه. خب من تا همین لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم من از این تفاهم نامه خبر نداشتم. اون چیزی که سعادت صاحب میگه تیم های انتخاباتی قطعا باید در تفاهم نامه می بودن. اگر چنین چیزی باشه فکر میکنی خلاف اصول و مقررات است؟ بدون شک. اجازه بدین یکی از اگر همچون تفاهم نامه وجود داشته باشه، این تفاهم نامه در واقع نقض صریح قانون انتخابات است. در قانون انتخابات یکی از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی در واقع ابطال آرا و بازشماری و تفتیش محلات است. امروز نتونستیم کمیسیون شکایات هم داشته باشیم. تفاهم‌نامه میتونه گپ مهمی است که چرا کمیسیون انتخابات و تیم دولتساز به جای همکاری با کمیسیون شکایات در برابر کارهای کمیسیون مانع و چالش ایجاد میکنه. دلیل ترس چگونه مانع ببینین ایجاد کرده؟ بله، تیم دولتساز باید با کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی، چون فیصله شکایات انتخاباتی را هیچ نهاد رد کرده نمیتونه، به خاطر اینکه محکمه انتخاباتی است. اگر در مورد فیصله هایش اینا مخالفت داره، استناف‌هایی وجود داره، رفته استناف‌هایی بکنه، اما در برابر روند بازشماری آرا نمیتونه به عنوان مخالفت بکنه. شما چیزی شواهد یا اسناد دارین که اینا مانع قرار گرفته؟ بدون شک. حتی مثلا از ما همین پیش از اینکه در برنامه شما بیایم، در تلویزیون آرزو بودم، چند روز قبل با یار صاحب در رادیو آزادی بودم، اینا به صراحت گفتن که فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی بر ما قابل قبول نیست، مخصوصا بازشماری آرا در 21 ولایت و 5000 محل بر ما قابل قبول نیست. دلیل ترس و حراس دولتساز و کمیسیون انتخابات از بازشماری 5000 محل در 21 ولایت چیست؟ چرا اینا ترس میخوره؟ دلیلش بسیار واضح است، چون در پروسه بازشماری که یک پروسه رئیسازی و رئیسشویی بود، به نفع تیم دولتساز رئیسازی صورت گرفته، از آرای پاک سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رأی پاکشان خراب شده و در این پروسه تقلبات شرم‌آور صورت گرفته. به خاطر از اینکه ترس میخوره که تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا نشوه، فعلا کمیسیون شکایات انتخاباتی را انجام میدیم ان شاء الله. تا لند دمی وروست بحث دوام دارد. بیا هم ستړي مشه یار صاحب، ولې د تاسو ویل چې د شکایاتو کمیسیون پرېکړې به تاسو ته د منلو وړ نه وي. مدبر عزیز، ما و شما که در رادیو آزادی بودیم او وجود داره، بحث وجود داره. به هیچ وجه ما هیچ وقت نگفتیم که فیصله های کمیسیون محترم شکایات برای ما قابل قبول نیست. روند بازشماری مجدد در ولایات گفتین برای ما قابل قبول نیست. نه تنها شما، ده ها سخنگوی شما میگه پا گفته. امی آلی به تکرار برای شما میگیم که ما به هیچ وجه نگفتیم، عالم نمیگیم که برای ما قابل قبول نیست، بلکه ما گفتیم، عالم تکرار میکنیم، میگیم که فقط برای ما وضاحت بده. صحیح؟ قانون لمخې نه آیا کمیسیون مکلف دی چې تاسو ته وضاحت درکړي؟ دقیقا موږ پوښتنه د دې څخه کوو چې د بعضو مسایلو په اړه باندې موږ بحث ورسره وکړو، موږ بحث ورسره کوي. 2.5 ساعته موږ د دې سره ناستو، بحث مو نتیجه د بحث د بحث نتیجه مو ډېره شوه. په ځینو مواردو کې موږ ته قناعت راکوي، په ځینو مواردو کې دې قول سره وکړي چې موږ به د قانون پر سر باندې پر ځینو زموږ پر ځینو ملاحظاتو باندې دوی غور کوي. یعنې دا په دې کې د قانوني هیڅ ډول مشکل وجود نه لري. تاسو ګورئ چې د ثبات او امپالنې ټیم له بده مرغه دا دوی چې د جمهوریت ګوره د انتخاباتو ته دوی ولاړو، د انتخاباتو پر ضد چې څرګندونې کولې د همدې دپاره چې دغه جمهوریت په فضا کې دوی تنفس نسي کولی، ځکه دوی عادت نه دي د دغه فرهنګ سره. هغه په دې معنا باندې تاسو اوس وګورئ کله چې د دوو کمیسیونو ترمنځ تفاهمنامه وجود لري، دوی وایي چې دا جعلي ده، دا هوایي خبره ده، ساده صاحب د یو مسؤل ادرسه څخه د یو معتبر ادرسه څخه د یو مسؤل په صفت تفاهمنامه کې چې تشتون ولري ملاتړ کوئ خوښه یې ترې په دې کې هیڅ مشکل نشته چې تفاهمنامه رامنځته کېږي. دا د کمیسیونو صلاحیت دی چې دوی خپل په منځ کې د قانون په سر باندې تفاهمنامې ولري، هیڅ مشکل نشته. یو دی دغه ډول په پټو سترګو باندې اتهامات واردوي، دا هم هوایي بولي. مثلا کله چې د انتخاباتو کمیسیون ته دوی مزاحمت کاوه د قانون خلاف، 2 میاشتې دا پروسه وځنډوله او د قانون خلاف دوی مزاحمتونه کوله. یعنې هغو ورته وښوله چې دغه رزلټونه دي، دغه ژورنالونه دي، او دغه ستسې د ناظرینو امضاوې دي، ول دا جعلي دي. بیا د 120,000 رایو په باب، 130,000 رایو په باب د ځینو نور سوالونه و جي پي اس په باب باندې د وخت څخه خارج رایو په باب باندې دوی ځینې سوالونه و انتخابات کمیسیون ته استولي وه د ټیم د خوا څخه، د ټکټ د خوا څخه. د قوس پر 19مه باندې دوی یو لیک ور استولی و، 123 نمبر مکتوب یې ور استولی و، ثبات همپالنې ټیم سوالونه یې کړي وه. د انتخاباتو کمیسیون د دوی سوالونو ته جوابونه ورکړي وه، د قوس پر 21مه باندې بیرته په 10 مخه کې جوابونه ور استولي وه دوی ته. اوس دوی ته چې ښکاره کړي وایي دا جعلي دی، وایي دا موږ نه استولی دی، نه موږ ته راغلی دی. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې سفارت ته ورغلی دي، د امریکا سفارت ته ورغلی دي، دا کاپي د انګلستان سفارت ته ورغلی دي، د جرمني سفارت ته ورغلی دي، ټولو ټکټونو ته ورغلی دي، موږ ته راغلی دی، دوی ته خپله ورغلی دی. دوی وایي دا جعلي دی. صحیح ده. په ژورنال او په رزلټ شیټ کې د دوی د ناظرینو امضا وایي دا جعلي ده، د دوو کمیسیونو ترمنځ تفاهمنامه جعلي ده. اخر هغه اصلي قانوني شی څه شی دی؟ صحیح ده. دا زه چې درته وایم چې په اصل کې زموږ حقانیت ثابتېږي، دوی مزاحمت کوي. یو بله دا راته وایي چې تاسو ګواکې شکایاتو کمیسیون ته مزاحمت کوي، خنډونه جوړوي. اوس مزاحمت چیرې دی؟ مثلا دوی جالبه خبره دا ده، زه نه پوهېږم چې دغه کورس دوی چیرې واخیستی، دغه لکچر کوم استاد دوی ته ورکوي چې د شکایاتو د کمیسیون په وجودي فلسفه او منطق باندې دوی پوه کړله. دوی اوس په دې پوه سوله چې د شکایاتو د کمیسیون وجودي فلسفه څه ده. هغه دا ده چې ته باید هلته شکایات وکړې. دوی اوس په دې پوه سوله. اما د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې دوی په دې نه پوهېدله چې موږ باید د انتخاباتو کمیسیون ته مزاحمت ونه کړو. کله چې وخت را ورسېدی، کوم شکایتونه چې موږ لرو هغه به د شکایاتو کمیسیون ته، هغه کمیسیون ته چې اوس یې دوی په وجودي فلسفه باندې پوه سوله، فلسفه یې دغه ده چې دغه وخت یې باید موږ وروستو. فلسفه د شکایاتو د کمیسیون دا نه ده چې د کمیسیون ته د مراجعې څخه مخکې ته توپک واخه، ته ولاړ سه، د دفترونو دروازې وتړه، مزاحمت وکړه. او بیا جالبه خبره دا ده کله چې بیا اوله بس شمارې دې نه منل، اوس بیا د دوهم وار دپاره دوهمه بس شماري باندې بیا ټینګار کوي. نو دا هغه خبرې دي، دا هغه تناقضات دي چې د دوی په منځ کې وجود لري. اوس د دوی څخه هم لاره ورکه ده چې څه ډول یو منطق پیدا کړي د دغه خپلو ادعاو د پرودیوس کولو دپاره، څه ډول یو منطق پیدا کړي. سعاد صاحب تاسو ته به راشم کوتاه به شما میام گفت که شما حالا فلسفی وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را فهمیدید. خب ببینید، ما فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را از قبل میفهمیدیم، حالا هم میفهمیم. به مول لحاظ رفتیم بیشترین میزان شکایات را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم. انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک نهاد مستقل امی است که بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت های اختصاصی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده و داده، بر اساس این صلاحیت ها و مسئولیت ها عمل بکنه و در نهایت شفافیت و عدالت سلامت انتخاباتی را در افغانستان تامین بکنه. خواست ما از کمیسیون انتخابات که خوشبختانه سخنگویش هم اینجا هست، همواره تطبیق قانون، لوایح و طرز عمل انتخاباتی بود. فعلا خواست ما از کمیسیون شکایات هم فقط تطبیق قانون، لوایح و طرز عمل انتخاباتی است. ببینین یگانه تفاوتی که بین تیم دولت ساز و تیم ثبات همگرایی وجود دارد چی است؟ بله، ما به عنوان یک تیمی که از ابتدا الی اکنون روی تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی تاکید می‌کردیم، ما در حال حاضر هم برای ما مشروعیت پروسه انتخابات، مشروعیت و سلامت نظام سیاسی آینده، منافع ملی افغانستان و نهادینه نشدن دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان مهم است. اما برای دولت ساز بجز پیروزی و هم از طریق تقلب هیچ چیز دیگه مهم نیست. در فضای جمهوریت تنفس کردن. خب ببینید بسیار جالب است، یک تیمی که شعار جمهوریت و دموکراسی و مردم سالاری را میته، امید تیم میاید در پروسه انتخابات که مهمترین روند ملی است تقلبات شرم‌آور را انجام میده و یک بار دیگه تلاش میکنه تو از طریق تقلب بر روند بر سرنوشت مردم حاکم شود. در انتخابات چقدر به چه میزان تقلب کرده مشخص است. جناب دکتر سید اشرف غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که شخصا احترامش دارم، در انتخابات 2014 از طریق کودتای تقلب انتخاباتی در رأس حکومت قرار گرفت و این را شما هم میدانین، مردم افغانستان هم میدانن، حتی جامعه جهانی خبر داره. و همین تیم متقلب در انتخابات شش میزان هم تقلبات شرم‌آور انجام داده، بالای کمیسیون انتخابات فشار سیاسی اعمال کرده و در انتخابات شش میزان و در انتخاباتی که ما شما سوپری کردیم در دور انتخابات دو مسئله کاملا روشن است جناب بختیار صاحب. اولا که مردم افغانستان به عنوان کسانی که در 5 سال گذشته توان تقلب را پرداخت کردن به هیچ عنوان نتیجه انتخابات تقلبی را نمیپذیره. دوم، هیچ تیم انتخاباتی برخلاف سال 2014 فعلا 2020 است نمیتونه از طریق تقلب، از طریق جلب تغییر و از طریق زور بالای مردم حکومت که در مورد 2300 محلی که معلومات بایومتریکیشون وجود نداره، اینا اشاره داشتن که طرز العمل چیز دیگه میگه که به صندوق مراجعه میشه و به ژورنال و غیره، به او اساس میتونه معتبر شناخته شود. خب ببینین از مجموع 2423 محلی که فاقد اساس بایومتریک بوده در کل، خب این ادعای ما نیست، این حکم صریح قانون است، طرز العمل و لوایح است که میگه آرای بدون بایومتریک اعتبار نداره. ماده 19 قانون انتخابات به صراحت میگه که تمامی پروسه انتخابات باید با استفاده از دستگاه بایومتریک و تکنولوژی صورت بگیره. یعنی در مورد از 2300 محل شما فکر میکنید که 2423 محل 2423 محل بر اساس حکم صریح قانون نیاز به تفتیش نداره، نیاز به بازشماری نداره، سرنوشتش قانون مشخص کرده، باید ابطال شود، مستقیما باید ابطال شود. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات برخلاف حکم صریح ماده 19 قانون انتخابات از مجموع 2423 محل که فاقد اساس بایومتریک بود 298 صندوق اعتبار داد و آرایش را در نتیجه ابتدای انتخابات شامل شد. تشکر آقای مدبر، برای ما قابل نگاه. دوی اشاره درلوده چې د ټاکنو د قانون د 19 ماده په خلاف باندې دغه تقریبا نږدې 2300 محلونه معتبر رای ګڼل شوي دي. بختیار صاحب مخکې مدبر صاحب ویلې چې د ما معلومات تکمیل نه دي، د ما نه بلکې دوی بیخي معلومات نه لري. هغه تفاهم نامه چې د دواړو کمیسیونو ترمنځ لاسلیک شوې ده څه د ماشومانو هغه کورکورانه لوبې نه دي، هغې کې هغلته ټول هر څه وضاحت لري او دا دواړه کمیسیونونه دغه صلاحیت لري د ښې همغږۍ په خاطر باندې په منځ کې تفاهم نامې ولري او همغه تفاهم نامې ته دواړه کمیسیونونه هم ژمن پاتې شي. دوی وایي چې یوه هفته مخکې باید تفتیش و بیا شمېرنه شروع شوې وای. تاسو پیږئ چې د اشکات کمیسیون دوه ورځې مخکې ویلې چې په دوه ورځو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکوي تر څو څومره محلونه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي، تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې دپاره خپل عملیاتي پلان جوړ کړي او دا مسؤلیت د ټاکنو شکایتونو کمیسیون و نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون. د 2423 محلونو له جملې څخه څه باندې 1800 محلونو رای باطل اعلان شوي وروسته له تفتیش و بیا شمېرنه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړو او هغه محلونو کې چې هغلته رای و بایومتریکي معلومات درلودل هغه موږ ته قانون دغه صلاحیت راکړی و چې هغې ته اعتبار ورکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل سر هېڅ هغه رای چې هغه بایومتریکي معلومات لري هغه بې اعتباره کولی نه شي او هغه رایه چې بایومتریکي معلومات نه لري هغې ته اعتبار نه شي ورکولی. موږ قانون ته ژمن یو، د هېچ چا ته تاثیر لاندې نه یو راغلي، فشارونه کوي. تر دې غټ بل فشار نه و چې یوه میاشت اوه ولایتونه په وړاندې مزاحمت رامنځته کېږي اجازه نه ورکول کېږي، بلکې ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغې وخت کې هم ویلي وو اوس به هم همدغه کار ترسره کوي چې موږ قانون ته ژمن یو، طرز العمل ته پلی کوو او همدغه لایحې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدغه تفاهم نامې کومه ماده کې دغه راغلي دي چې هغه 8000 محلونه شاوخوا چې یو ځلې تفتیش او بازشماري شوي وو، هغه به بیا بازشماري و تفتیش ته نه ځي ولو که شکایتونه شتون ولري. همدغه تفاهم نامه به زه وروسته د مدبر صاحب سم شریکه کړم، ښه ده چې دوی هم دغه معلومات له ځان سره ولري. دلته د دې په 14مه ماده کې هم په دویم بند کې، دریم بند کې، څلورم بند کې په دې اړه باندې کره معلومات ټول شریک شوي دي. هغه محلونه چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پښتون کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کړي، هغه محلونه د بیا ځلې بیا شمېرنې ضرورت د هغې نه لیدل کېږي، ځکه دغه د تفتیش او بیا شمېرنې له نامه څخه پیدا ده چې یو ځل هغلته دغه پروسه پلي کېږي، یعنې نه کېږي چې هر ځلې چې وغواړئ هغلته تفتیش او بیا شمېرنه. اما یو خبره ده که بیا مجموعاً بحث په دې کې وي، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم یو دفعه نتایج اعلان کړي دي، بیا شکایت ته څه ضرورت دی؟ نو که شکایت شتون ولري هغوی مجبور د قانون مطابق څېړنه وکړي، تفتیش وکړي او بیا یې وڅېړي. دوی کولی شي، ټاکنیز شکایتونو کمیسیون دغه صلاحیت لري او نن دوی زموږ سره معلومات شریک کړل د 19 ولایتونو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د هغې لپاره خپل عملیاتي پلان جوړوي او هغه محلونه چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه کېږي په هغې اړه باندې موږ له دوی سره همکاري کوو او دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغې محلونو تفتیش او بیا شمېرنه هم وشي. اما یو ځلې یو صندوق ته کله ته مراجعه کوې، هغلته خو رایې دي، کومه رایه بایومټریکي معلومات لري، کومه یې نه لري. د هغې بار بار کتل د ما په نظر باندې فکر نه کړم چې هغه د موږ او تاسو یو د حل لارې ته ورسولی شي. د شکایت کمیسیون همکارانو شتون درلودو، دوی د دغه قانوني امتیاز څخه استفاده ونه شوی کړی او همغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تورې پورې کړ چې تاسو ځکه ډارېږئ هغه نه چې په هغه کې رایې سازي شوې ده ځکه تاسو ډارېږئ او چې هغه بیا تفتیش وباز. دوی خو بېغیر له تور پورې کولو بل څه نه لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا دغه تعهد خپل ملت سره کوي چې د خلکو د پاکو رایو پر اساس د هغو رایو پر اساس چې بایومټریکي معلومات ولري د هغې پر اساس باندې ابتدایي نتایج هم اعلان شوي ده او انشاءالله نهایي نتایج به مننه کوم. انشاءالله بیرته ګرځم تر لنډې دمې وروسته بحث دوام ورکوو. بیا هم ستړي مه شئ یار صاحب، شکایتو کمیسیون هغه قانوني مرحله چې ده 15 ورځو کې باید دغه خپل کارونه دوی بشپړ کړي او نتایج خلکو ته اعلان کړي. فکر کوئ چې په دې 15 ورځو کې د شکایتو کمیسیون وتوانیږي دغه شکایتونه وڅېړي او نتیجه اعلان کړي، پرېکړه وکړي؟ موږ توقع خو دا ده له نیکه مرغه چې هغه اول پړاو چې په ولایاتو کې د شکایتو د بررسۍ خبره وه پر خپل وخت باندې دوی سره ورسوله، د دې څخه موږ راضي یو او امید مو دا دی چې د قانوني تقویم په دننه کې دوی خپل کارونه سر ته ورسوي. اما کله چې نښو نښانو ته ګورو د ستونزو هغه د مزاحمتونو او د دغه ډول د چا له خوا نه مزاحمت چاته مزاحمت، خو واضح خبره ده چې هغه یو ټیم دی چې خپله اوس عادي د انتخاباتو کمیسیون هم واضح دی ته وایي چې تاسو موږ ته مزاحمت وکوئ او تاسو زموږ کارونو کې خنډ واچوئ او تاسو اوس جالبه دا ده چې تاسو یې تور پورې کوئ چې انتخاباتو کمیسیون ته دوی مزاحمت کوي، دوی وایي چې شکایاتو کمیسیون ته تاسو مزاحمت کوئ. خو د شکایاتو کمیسیون زه باور لرم ستا سره د شکایاتو کمیسیون ویندویانو مسؤلینو هلته کښېنستلي دي، زه فکر نه کوم چې تر اوسه پر دې حتی یو اشاره رسول یې چې د دولت ساز ټیم دي دوی ته کم مزاحمت کړي. اما د انتخاباتو کمیسیون ساده صاحب د یو مسؤول ادرس څخه راغلی دي، په مسؤلیت خبره کوي چې موږ د ماشومانو په لوبه باندې نه یې اخته، موږ دلته یو جدي ملي پروسه مخې ته اچولې ده او پر دې باندې د قانون پر مبنا باندې مخې ته روان یو او تاسو راځئ، دا هم جالي دی، هغه هم جالي دی، انتخابات کمیسیون هم جالي دی، موږ ته جواب راکړئ. یعنې تاسې هر څه جالي بولئ، هر څه هوایي بولئ، هر څه ردوئ، په پټو سترګو باندې تورونه لګوئ. دا خو هغه خبرې دي چې ډېرې واضح دي، دا پټې خبرې نه دي، دا اوس نور دا ملت ټوله په دې باندې پوه دی، صحیح ده؟ نو زموږ توقع دا ده چې د دغې پروسې په کامیابي کې هم د ثبات او همپالنې ټیم خیر دی که چیرې دوی په خپل خیر باندې پوه سي، هم د دا ملت خیر دی که د دغه ملت خیر د دوی دپاره مطرح واوسېږي، د ټولو په دې کې خیر دی. لطفا دغه راځئ د پروسه سره کامیابه کړو، نور دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو چې دوی د قانون په دننه کې د قانون تر چتر لاندې. ستاسو تعریف د پروسې د کامیابېدو نه څه دی چې دولت ساز بیا هم بریالی اعلان شي په نهایي کې؟ ګوره زموږ خو د دولت ساز ټیم په کامیابي کې په نهایي نتیجه کې موږ هیڅ شک نه لرو، شک ځکه نه لرو چې موږ په ابتدایي نتیجه کې کامیاب یو، یعنې زه اوس د یو کامیاب ټیم له ادرس څخه ستاسو سره خبره کوم. بل زموږ محاسبه واضح موږ ته راښیي د شکایاتو د کمیسیون کارکردونه د انتخاباتو کمیسیون واضح موږ ته راښیي، زموږ محاسبه راته راښیي چې زموږ رایه تر 55% لوړه روانه ده، صحیح ده؟ دا موږ ته واضح ده. اما بیا هم موږ منتظر دي ته یو چې د شکایاتو کمیسیون ته اجازه ورکول سي، دوی ته مزاحمت ونه سي، هغه پرېږدي چې د قانون په چوکاټ کې خپل کار مخته یوسي، خپلې فیصلې وکړي او د هغو فیصلو ته یا د هغو تفاهم نامو ته یا د هغو قانوني اقداماتو ته موږ نه جالي رنګ ورکو او نه په یو چا پرې وتړو. مثلا دی چې کله دا خبره کوي چې د انتخاباتو کمیسیون دا دولت ساز کمیسیون دی او دا یو متقلب کمیسیون دی، ګوره دی د بیخه څخه دا کمیسیون ردیږ. زه بیا په تکرار دا خبره کوم چې هره بازي قواعد لري، که د بازي قاعده د منځه یوړله ته اصلا بیا بازي نه کوې. اساسي ترینه قاعده د قواعدو څخه یا د انتخاباتو کمیسیون دی، کله چې دا تا رد کوي، کله چې پر دې باندې د ملي خیانت ټاپه دې پر ولګول، د یوه ټیم سره د ناقانونه اړیکو ټاپه دې پر ولګوله، د دولت ساز ټاپه دې پر ولګوله چې ته دولت ساز کمیسیون یې، نو تا خو د قاعده د منځه وړه نقطه خو بیا بازي نه کوې، تا د بازۍ څخه لاس واخه، نو ته څه کوې؟ میدان کې لوبېږې، میدان پرېږده، هلته ولاړ سه یو د ځان دپاره یو بله خواري او غریبي ولټوه، نو بیا خو د دې لوبې او د دې بازۍ نه فرهنګ ستا په کار دی، نه اصول ستا په کار دی، نه د دې لوبې کامیابي ستا په کار ده، بیا نو میدان پرېږدی. من نکوم یار صاحب، آقای مدبر قاعده بازی را گفتن باید در نظر داشته باشیم و چیز دیگه را که بیشتر اشاره کردن که خب کسانی که اتهام وارد کردن به نهادها یا به بعضی افراد، گفت با اینا حساب خواهد شد. بسیار خوب. ببینین، اول ما شما باید مفهوم استقلالیت کمیسیون ها را دقیق بدانیم. کمیسیون های انتخاباتی بدون شک در قانون اساسی افغانستان به عنوان نهادهای مستقل آمده، اما معنای استقلالیت این نیست که کمیسیون انتخابات میتونه قانون و لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی را نقض کنه و به نفع یک تیم خاص کار بکنه. کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات تا زمان استقلالیت داره، نزد مردم مشروعیت داره که در چارچوب قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها پروسه را به پیش ببره. هر زمانی که قانون نقض میشه، لوایح و طرزالعمل‌ها نقض میشه، بدون شک کمیسیون ها استقلال خود از دست میدن. کمیسیون مستقل انتخابات نقض کرده؟ کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه در تبانی با یک تیم متقلب عملاً و به گونه بسیار آشکارا قانون و لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی را لگدمال کرده و نقض کرده. این را همه مردم افغانستان میدانند. بسیار مسئله مهم است. در سایر کشورها دموکراسی یک نسخه شفابخش برای بیرون رفت از بنبست و بحران و چالش است، اما در افغانستان متاسفانه دموکراسی خودش به یک بحران و به یک بنبست و به یک معضل تبدیل شده. چرا؟ آیا دموکراسی یک نسخه بد است؟ نه خیر، دموکراسی یگانه روش انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی از یک زمین به زمین دیگه است. اما مشکل در افغانستان همین است که کسانی که به عنوان کارگزاران نهادهای دموکراتیک مانند کمیسیون انتخابات حضور دارند، کار میکنند، اینا اصلا به دموکراسی باور ندارند. شما کمیسیون انتخابات را عملا دیدین که دموکراسی را در افغانستان به گند کشیدند، مردم سالاری را در افغانستان به گند کشیدند، به انتخابات را به بحران بردند، انتخابات را سبوتاژ کردند و تیم دولت ساز نمونه دیگه است. این تیم هم از جمهوریت و هم از دموکراسی شعار میده و هم عملکردشان عملا و بسیار به گونه آشکارا در مخالفت با دموکراسی و با جمهوریت است. آیا با تقلب، آیا با دستبر زدن به آرای مردم نظام جمهوریت و دموکراسی تداوم میتونه پیدا بکنه؟ آیا با دادن شعارهای جمهوریت و دموکراسی؟ اما ثابت نشده که کی در آرای مردم دست زده، کی تقلب کرده. نیاز به ثابت شدن نیست. این تیم و رئیس این تیم، رهبر این تیم در انتخابات 2014 هم ثابت شد. شما خبر دارین، جامعه جهانی حتی خبر داره که کی در انتخابات 2014 از طریق کودتای تقلب انتخاباتی در رأس حکومت وحدت ملی قرار گرفت و کی در این دور انتخابات کمیسیون در تبانی و در همکاری با کمیسیون انتخابات پروسه را به بحران برد، قانون و لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی را نقض کرد. ببینین، ما به عنوان یک تیمی که برای ما پیروزی تیم ثبات همگرایی مهم نیست، برای ما پیروزی احمد و محمود مهم نیست، بلکه برای ما مشروعیت پروسه انتخابات، مشروعیت و سلامت نظام سیاسی آینده، منافع ملی افغانستان و نهاده نشدن ارزش‌های دموکراتیک به مراتب مهمتر است از پیروزی ثبات همگرایی و یا پیروزی هر فرد دیگه. تشکر. کتم پدی باندې ډیر باس شوی، پدی مسائل باندې خود تفصیل بلل. بختیار صاحب، دوی بیا هم ماغه دوی هغه د کنه چې د خپل خبرې صاحبان دی او نه مني در تاکنون خپلواک کمیسیون در رهبری پراتک که طول محترم نمایندان یو ورای درلوده چې دوی کاندید هم یو ورای درلوده، د دولت ساز کاندید هم یو ورای درلوده او تورسن صاحب هم یو ورای درلودله. دا کسان د چا د لوري معرفي شول؟ د سیاسي احزابو، مدني ټولنو، ناظرو بنسټونو له لوري او راغله د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړیتوب یې ترلاسه کړو او د قرآن د خدای په وړاندې هم قسم یاد کړی چې دوی به دغه پروسې دپاره کار کوي. نن چې دوی انتقاد کوي د دوی په ګټه باندې دغه پروسه مخته نه ده وړل شوې. ما مخکې اشاره درلودله چې دلته د دغه پروسې کامیابي د افغانستان د خلکو دپاره مهمه ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لوی مسؤلیت به هغه ډول چې په قانون کې ورته اشاره شوې هماغه ډول به مخته وړي. تر اوسه پورې هم دغسې مخته تللی دی، د هېڅ چا په ګټه باندې کار نه دی ترسره شوی، نه هم د دولت ساز، نه هم د همپالنې او نه هم د کوم بل ټاکنیز ټیم. موږ ته د افغانستان د خلکو رای مهمې دي، د خلکو د رایو پر اساس باندې نتیجه اعلان شوې ده او تورې او سپینې رایې هم په اوس کې ډېرې ښې سره بیلېږي. 2014 کال نه دی چې په صندوقونو کې چپلقې بوټان راووځي، تاسو به ډېر ښه په یاد وي. اوس کې موږ رایه تعریف شوې ده، هغه رایه چې بایومټریکي معلومات ولري په هغې رایه حساب کېږي، چې بایومټریکي معلومات ونه لري پر هغې رایه حساب نه کېږي. نور فکر نه کړم چې دې ته ضرورت واوسېږي. د ډیموکراسۍ نارې ووهو او بیرته ډیموکراسي دلته بدناموو هم او ډیموکراسي خلکو ته داسې معرفي کوو چې یوازې خپل شخصي ګټ کې وپالو. ډېره مننه کوم، تشکر. ډېره مننه کوم ستاسو ټولو نه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه. تر بیا د خدای په امان.